سلام به همه دوستان چهارشنبه 23 مهر ماه 1399 14 هم اکتبر 2020 در این چند روز حتما دیدید که خبرهای زیادی در فضای مجازی منتشر شد در مورد افشای بعضی از ایمیل های منتسب به هیلاری کلینتون همسر رئیس جمهور اسبق و وزیر خارجه اسبق آمریکا که البته خودش هم در چهار سال پیش رقیب دونالد ترامپ بود در انتخابات ریاست جمهوری و اتفاقا افشای بخشی از ایمیل ها و مخفی کاری که در این مورد کرده بود باعث شد که شکست بخوره اغلب نظرسنجی ها پیروزیشون نشون میداد اما در روزهای پایانی یک اخباری منتشر شد در مورد همین ایمیل ها و بعضی از دروغ هایی که گفته و همین باعث شد که ضربه سنگینی بخوره و برخلاف پیش بینی ها شکست بخوره از ترامپ دوباره الان یک فضای ایجاد شده البته نکته جالبش اینه که اینقدری که این موضوع در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی فارسی زبان مطرح هست در اینجاها مطرح نیست البته دیگه های کار سیاسی در آمریکا و رقابت های سیاسی بسیار زیاده و نمیشه پیش بینی کرد در دو سه هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد ممکنه برگ های برنده در دست کمپین انتخاباتی ترامپ باشه و رو کنن و حتما همه چیزهایی در این موارد دارن اما اینکه بیش از اینجا که حتما بر سرنوشتشون خیلی تاثیر داره این موضوع در فضای رسانه و فضای مجازی و سایت های متعلق به ایرانی ها منعکس هست خودش نکته قابل توجهی ببینید من بسیار از دوستان برای من پیام دارن که چرا صحبت نمی کنید در این مورد من حالا به صحبت خواهم کرد علت تحصیلش اینه که هنوز برای خود من مسجل نشده اصل موضوع چیه مطمئنم چیزهای وجود داره و رو خواهد شد اما اقتضای کار حرفه اینه که تا زمانی که من مطمئن نشدم که موضوع چی هست و رسما چیز منتشر نشده و رسانه هایی که نزدیک هستن به دو کمپین انتخاباتی کلین بایدن و ترامپ و کسانی که نزدیک هستن به دموکرات ها و جمهوری ها اظهار نظر نکردن اظهار نظر کردن ما یه مقداری به نظر میرسه غیر حرفه باشه و اگر من بخوام بر اساس این داده هایی که در فضای مجازی و در رسانه های فارسی زبان غیر رسمی منتشر شده از ها نظر بکنم یه مقداری به اون امانت داری که دوستان از من توقع دارند خیانت کردم اما دو نکته اساسی در این مورد وجود داره که من صحبت کنم یکی این که ببینید این رو من به طرفداران جمهوری اسلامی میگم ببینید چرا وضعیت جمهوری اسلامی به لحاظ رسوایی در هر زمینه‌ای در چه حدی هستش که به محض یک خبری منتشر میشه و به نوعی صداقت جمهوری اسلامی، سلامت جمهوری اسلامی، کارایی جمهوری اسلامی یا هر چیزی که هر نکته مثبتی که در یک حکومت کنه داشته باشه رو به زیر سوال میبره، بلا فاصله ازش استقبال میشه، ده ها،, ست ها، هزاران و میلیون ها بازنشر میشه و بسیار از افراد هم باور میکنن. تازه ماها رو محکوم میکنن که تو چرا باور نکردی؟ چرا واکنش نشون ندادی؟ این به نظرم بزرگترین ویژگی جمهوری اسلامی که اونقدر در همه زمینه ها بدنام هست که هر چیزی علیهش از نظر مردم اول باورپذیره و بعد بنا تحقیق میکنن که راستی یا دروغه اصل این موضوع چیز خوبی نیست یعنی اگر عادت کنیم ما به پذیرش شایعه خب این میشه علیه خودمون هم به کار گرفته بشه اما چیزی از قبح و بدنامی جمهوری اسلامی کم نمیکنه این اصل همینقدر که هر چیزی در, در زمینه مالی الان اگر بیان بگن که حسن روحانی 200 میلیارد دلار دزدید کسی تعجب نمیکنه یعنی کسی نمیاد بگه آقا مدرک کو بسیار از افراد شروع میکنن بازنش کردن اگه کسی بیاد بگه که خامنه ای شخصا مدت در به کار کرده مطمئنم بسیار از افراد بلا فاصله بدون که تحقیق کنن خبر رو بازنش میکنن اگر بگن رئیس قوه قضاییه چه صادق لاریجانی چه ابراهیم رئیسی نه تنها یک دزد بغل دستش بوده مثل اکبر تبری و حالا اینکه ده ها مورد از اینها داره رئیسی حالا به زور خواهد شد حتی بگن رئیس قوه قضاییه با همون دوز به غلطش لواط کرده بسیار از مردم میگن درسته حتما درسته یعنی ببینید در مورد رئیس مجلس قالیباف که اون که حالا اسناد متعددی در مورد فسادش منتشر شده الان بیان بگن که قالیباف 60 تا خونه 3000 میلیارد تومانی به نام زنش کرده اصلا مردم نمیبرن حساب کنن 3000 میلیارد چقدره 60 تا خونه چقدره این 60 تا خونه کجاست اصلا ایران چ... میتونه خونه 3000 میلیارد داشته باشه یا نه میخوام بگم بدنامی و رسوایی جمهوری اسلامی در حدی هستش که هر خبری بلا فاصله در ذهن ها میشینه و قابل پذیرش میده دیگه اصلا هیچ محدودیتی برای بدنامی و رسوایی جمهوری اسلامی وجود نداره این نکته اولی که میخواستم بگم و این خودش یک خبر خوب برای مردم است که جمهوری اسلامی در این حد از رسوایی و حکومتی با این حد از رسوایی قطعا سرعت سقوطش روز به روز سریعتر خواهد شد اما نکته دوم در مورد بحثایی که در مورد ایمیل ها منتشر شده به خصوص نکته که مربوط داعش هست و ارتباط بین جمهوری اسلامی آمریکا و به ویژه نقش قاسم سلیمانی اگر این ایمیل ها تایید هم بشه من شخصا تعجبی نخواهم کرد و ادعا میکنم من پیشتاز ادعای همکاری جمهوری اسلامی با داعش بودم من مقالات متعدد نوشتم در مصاحبه ها گفتم در همین ها گفتم که من جمهوری اسلامی رو در پشت داعش میبینم یعنی در واقع در تشکیل داعش جمهوری اسلامی رو صاحب نقش میدونم ببینید این نکته رو به توجه بکنید من بارها هم گفتم داعش یک باره به وجود اومد سر صدای زیادی درست کرد کل دنیا رو به وحشت انداخت و یک هم خاموش شد یه دفعه آقای قاسم سلیمانی اومد نامه نوشت برای خامنه ای که تحت فرماندهی شما پایان داعش رو من اعلام میکنم خب حالا تو پایان داعش رو اعلام کردین آقا کجا رفتن نیروهای داعش خب وقتی اگر گرفتید همشون کشید بالاخره شما که عادت دارید فیلم نشون بدید فیلم دروغ هم نشون از ناو و آمریکایی فیلم پخش کنید به هر حال باید صحنه نشون میدارن فیلم نشون میدارن که مثلا این همه نیرو داشت دارد. داشت در حدی نیرو داشت که شهر تصرف میکرد منطقه تو عراق تصرف میکرد و مدت ها حکومت میکرد اگر اسیر گرفتیدشون نشون بدید اگر فرار کرد خب اگر اینا فرار کرده باشن نیروهایی که تا اون حد از اعتقاد بودن که تا پای جانشون میسترن باید بالاخره گوش کنار دنیا به صورت غیر سازمانی شخصی کارای میکردن خب اینکه و بعدم داعش چه موقع به وجود اومد داعش موقع به وجود اومد که تقریبا همه دنیا متحد شده بودن برای سرنگونی بشار اسد و تمام نشانه ها و قرائن هم بر سقوط قریب الوقوع بشار اسد داشت یک بار با ظهور داعش و وحشیگری کرد و این وحشیگری ها برخلاف رویه سنتی داعش که همه چیز بر سنتی بود در فضای مجازی خودشون منتشر میکردن یک وحشت عمومی در کل دنیا ایجاد کردن از داخل سوریه تا خارج تا حتی در کشورهایی که موافق سرنگونی بشار اسد بودن به این نچرسن که اگر قرار باشه که در اون شرایط بشار اسد سقوط کنه داعش حاکم میشه و همین وحشت باعث شد بسیار از کشورهایی که پشتیبان سرنگونی بشار حسد بودن به ناگهان اومدن پشتیبان خود بشار اسد شدن یعنی گفتن برای حفظ امنیت دنیا ما باید فعلا در برابر تهدیدهای داعش از بشار اسد حمایت کنیم این در واقع برد بزرگ جمهوری اسلامی بود به این نکته توجه کنید بعد هم دیدید که وقتی مسئله سوریه حل شد داعش هم تموم شد درسته در حالا مسئله سوریه تموم نشد این ای کشوری که رأس کشور با کمک ایران و روسیه بیش از 500 هزار نفر رو کشته این کینه ها میونه و قطعا یه روزی بیرون خواهد زد کشوری که بیش نی... میشه... از نصفش تخریب شده و هیچ منبعی برای بازسازیش وجود نداره این کشور روی آرامش نخواهد دید. ولی به هر حال اون هیجان و اطمینان مبنی بر سقوط بشار اسد فعلا فروکش کرده این که فروکش کرد مسئله داعش هم حالا درست یه کاری در این برابر عراق کردن ولی تموم شد در حالی که نه امنیت در عراق بیشتر از سابق شده میبینید این روزها امنیت در عراق بیشتر از سابق نیست هیچ اتفاق خاصی در عراق نیفتاده رضایت مردم عراق بیشتر نشده عدم رضایتی که داعش از سوء استفاده می کرد یا استفاده می کرد یا هر چیزی الان بیشتر شده وضعیت اقتصادی بهتر نشده امنیت هم که بهتر نشده چه شد که داعش از بیرفت به نظر من برنده اصلی داعش در این موضوع برنده ظهور خلق و و دفع استانیه من اینو میگم دفع استانی که یک بار نابود شد و از خبرم ازش نیست بیشترین نفع رو جمهور اسلامی برد و متحدانش نکته دیگه این که داعش در بسیاری از کشورهای دنیا ناامنی ایجاد کرد جز در ایران اونم یه نمایشی بازی کردن در مقابل مجلس یه چهار تا تیر ترقه کردن که بیان داعش بود و بعدم گفتن دوستان نفر آوردن تلویزیون حتما اگر قرار بود داعش کاری در حد مجلس شورای اسلامی انجام بده یک عقبه داشت که دو نفر سه نفر بیان جلوی دوربین تلویزیون بگن ما بودیم کاری کردیم قطعا قابل پذیرش قابل پذیرش نیست نمیتونم ادعا کنم بیان بگن بله خب بله ما چون مرزهامون خیلی امن بود خیلی ما رفتیم مثلا در سوریه و عراق جنگیدیم برای که داعش نهید در ایران این هم دروغه حکومتی که تا قلبش در نتنز اسرائیلیا میان و خرابکاری میکنن تا قلبش میان و اسناد هسته میبرن نمیتونه ادعا کنه که چهار تا نیروی داعش رو نتونستن بفرستن که برن در چند نقطه ایران خرابکاری بکنن پس اینکه اولا داعش درگیری جدی با جمهوری نداشت ثانیا ظهورش به نفع جمهوری بود و خاتمش به نفع جمهوری بود و ثالثا هیچ مشک... در واقع هیچ توجیهی برای اون آمدن و رفتنش وجود نداشت و نفع نهایی رو هم جمهوری برد در موضوع سوریه به نظر میرسه که حتی اگر ایمیل های هیلاری کلینتون افشا نشه در وجود ارتباط من که معتقدم اصلا داعش رو جمهوری اسلامی به وجود آورده یعنی من بر اساس هایی که دارم حالا با استادش هم مشخص بشه من که این اعتقاد دارم اما اگر حتی ایمیل هایی بیاد که مشخص شه داعش با جمهوری اسلامی ارتباط داشته من شخصا تعجب نخواهم که چون میگم معتقدم اصلا داعش رو جمهوری به وجود آورد یا در خلق داعش و از بین بردن جمهوری اسلامی نقش اساسی داشت چون بزرگترین نفع سیاسی رو در منطقه در دنیا جمهوری اسلامی یعنی ببینید این که تونست حرف رقبای سیاسی خودش به ویژه عربستان رو و بسیار از کشورهایی که متحد... متحد عربستان بودن زمین بزنه و بش... به شکست برسونه فعلا میگم فعلا قطعا موضوع سوریه تداوم خواهد داشت سوریه کشور ت... تخریب شده با بیش از نیم میلیون کشته اینطور نیست که به راحتی مسئله حل ولی فعلا بر... برای جمهوری اسلامی روزمرگی مهمه جمهوری اسلامی که حکومت پایدار و مانا نیست که بگیم که برای 40 سال دیگه جمهوری اسلامی روزمرگی میکنه همونطوری که در داخل کشور یا با سرکوب یا با وعده های دروغ یا با بازی بورس یا با بازی دلار شرایط رو به نفع خودش ظاهرا تغییر میده در عرصه جهانی هم و در عرصه منطقی هم ظهور و بروز و از بین رفتن داعش برای یک مدت کوتاه براش نفع بوده به همین جهت به این دلالی که گفتم منتفع اصل جمهوری اسلامی در این موضوع داعش بود و ثانیاً ضربه اساسی به داعش نزد و بیش از همه هم استفاده تبلیغاتی کرد الان میشه فهمید که مثلا چرا یهو سر بریده هم آوردن گفتن محسن حججی توسط داعش سر بریده شده و کار تبلیغاتی روش کردن کار تبلیغات نسبتا موفقی هم کردن نشون میده که داعش بیشترین نفر رو برای جمهوری اسلامی داشته به همین جهت من حالا اگر ایمیل های هیلاری کلینتون بیاد بیرون و اسنادی باشه در مورد صحبت خواهم کرد اما به شخصه چیزی برای من عوض نخواهد شد که حالا بخوام براش خیلی جوش بزنم من مطمئنم که اگر اون ایمیل ها بیاد بیرون اطلاعات بسیار مهمتری در مورد تعاملات مالی و پشت پرده جمهوری اسلامی با دولت اوباما منتشر خواهد شد اونش مهمه بیشتر رو اون باید فکر بکنه ولی به هر حال در اون زمینه به خصوصی که من دیدم خیلی روش باسا پیدا کرده ظهور داعش و نقش قاسم سلیمانی و... ببینید در مورد قاسم سلیمانی و تلاشش برای ارتباط با آمریکا و وساطتش و در واقع نقشی که ایفا کرده برای رابطه ایران با آمریکا من نکته بهتون میگم کندرز رایس که در زمان بش وزیر خارجه بود در جلساتی گفته بود که قاسم سلیمانی براش پیغام فرستاده که اگر میخواید با جمهوری اسلامی وارد تعامل بشید باید با من مذاکره کنید دولت و وزیر خارجه بیکار کاری نیستن این صحبتی نیست که الان مطرح شده باشه یا حتی صحبتی نیست که بعد از حوادث عراق و سوریه باشین صحبت قبل از اینها توسط هیلاری کلینتون مطرح شده بود خب ببینید وقتی قاسم سلیمانی واسطه بوده که در دولت بشک که جمهوری اسلامی رو محور شرارت میدونست وارد پیغام بفرسته قطعا در دولت اوباما که بعدا ثابت شد با اوناست نه با ما تلاش بیشتری کرده قاسم سلیمانی که نزدیک بشه خودشون اعتراف کردن نامنگاری های بین خامنه ای و اوباما بوده و یقینا در اگر در اواخر دولت احمد نژاد در نظر بگیریم که میدونیم احمد نژاد در بسیار از امور کنار گذاشته شده بود و خامنه مستقیم عمل میکرد مثل مذاکرات عمان چه در دولت روحانی که قطعا اینطور اجازه نمیدن به هر حال این تعجبی نداره یعنی از به لحاظ اصولی به لحاظ اخباری که قطعی شده در ایران حتی اگر ایمیل های منتسب به کلینتون منتشر نشه یا اگه منتشر شه معروفه نیست چیز تعجب انگیز نخواهد بود که بگیم قاسم سلیمانی نقش آفرینی کرده و تلاش کرده حالا به قیمت کشدار در سوریه یا به قیمت سرکوب در ایران یا به هر قیمتی با آمریکا وارد مذاکره یعنی خودی نشون بده برای اینکه بتونه قدرتش رو نشون بده و آمریکا باورش بکنه اینا قابل تعجب نیست اما این مسائلی که من دارم خدمتون دلیل بر این نیست که ما بلا فاصل به دل و به دلالی که اول عرض کردم بحث بدنامی جمهوری اسلامی و رسوایی که داره و اینکه هر فسادی بهش میچسبه و هر فسادی درش ممکنه حتی بدتر از ممکنه اینا باعث نمیشه که ما اصول در واقع خبری رو زیر سوال ببریم و بهش بی کنیم و بیم خبری که هنوز حتی در داخل خود آمریکا خیلی پذیرفته نشده رو منتشر کنیم جمهور اسلامی به اندازه کافی خودش بدنامی و رسوایی داره و میگم این موضوع هم قطعا مشخص خواهد شد در این که یک ارتباطات پشت پرده ای در دولت اوباما با دولت با حکومت علی خامنه وجود داشته و این ارتباطات به ضرر ملت ایران تموم شده تردید وجود نداره حتی پول هایی که اوباما بهشون داد چیزی از وضعیت اقتصادی مردم ایران رو تغییر نداد نفعی بر مردم ایجاد نکرد اما توصیه میکنم صبر کنیم مطمئنا ایمیل هایی که میاد بیرون کمان که بعضی از افشاگری هایی که ویکیلیکس کرد بعدم رسوایی هایی برای جمهوری اسلامی و بعضی از طرفداران داخل و خارج نشینش داشت اینها میاد بیرون به خصوص در آمریکا مخفی کردن اسناد برای دوره طولانی خیلی سخته حتما در یک دوره هایی حتی رسانه ها همکاری میکنن برای, برای با حکومتشون برای بعد از اسناد رو مخفی کنن اما این اسناد قطعا بیرون خواهد اومد و موجب رسوایی خواهد شد اما تا همین جاش هم از اینکه قطعا جمهوری اسلامی از وجود داعش نفع برده و بهرهمند شده و اهداف سیاسی خودش و حتی هم اهداف کوتاه مدتی که برای جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی روزمرگی میکنه تردید وجود نداره منتظر میمونیم تا اخبار بیاد بیرون و در موردش تحلیل های دقیق داشته باشیم موفق باشید